شنبه هفته گذشته تاریخ هفت نوامبر انفجار بر موتر حامل کارمندان بانک مرکزی در ساحه مکرویان چهارم شهر کابل رخ داد و در آن رویداد یماس گرداننده پیشین برنامه های سیوسی تولو نیوز و مشاور رسانهای بانک مرکزی احمد انس معاون اجرایی آمریت ریاست دفتر و امین را رضایی راننده این نهاد جان باختند. وزارت امور داخل این رویداد را برخواسته از انفجار یک ماین کارگزاری شده در موتر حامل کارمندان بانک مرکزی دانست. خانواده و دوستان یماسیاوش خواستار بررسی جدی این رویداد شدند. جان باختن یماسیاوش با واکنش های بسیار در درون و بیرون از کشور روبرو شد. با گذشت 13 روز از حمله تا کنون چگونگی این حمله روشن نشده و چند پیش یک عضو حییت که از سوی مجلس نمایندگان برای بررسی چگونگی انفجار هفته پیش در موتر کارمندان بانک مرکزی گماشته شده از آنچه که همکاری نکردن مسئولان این بانک در این زمینه میگوید انتقاد می کند. این عضو مجلس می گوید که بیشتر مسئولان بانک مرکزی در دفترهایشان حضور ندارند و آنانی که هم هستند هستن پاسخ پاسخگو نیستند. ارمغان ملی هفتنامی که ویژنامی شهید شاروان یما سیاوش شده. در این هفتنامه در صفحه نخست این هفتنامه عکس از یما و همچنان صحبتهای در مورد اینکه حق خون ناحق دست از دامان قاتل بر نداشت نوشته هست که در صفحه اول هفتنامی ارمغان ملی نوشته شده و همچنان در صفحه دوم این هفتنامه عکس از یما و پدرش به چشم میخوره و آنچه که غمنامه هست که پدر یما سیاوش داوود سیاوش در وصف پسرش سروده و این غمنامه چون این آغاز میشه یما ای سر آزادم کجا رفتی چرا رفتی غمگین و بس علم ناکم کجا رفتی چرا رفتی صدایت رعد آسا بود به تلویزیون چه زیبا بود ز زی تلویزیون ای جانم کجا رفتی چرا رفتی قسم بر سنگ گور تو براه پرز نور تو که مرگت کرده حیرانم کجا رفتی چرا رفتی داود سیاوش پدر یما سیاوش غمنامه ای را که در مرگ پسرش نوشته و اینجا به نشر رسیده صفحه دوم صفحه سوم این هفت نامه متعلق به شکایت نامه ای هست که در رابطه با سکوت مرگبار و سوال و سوال برانگیز دولت در قضیه شهادت یما سیاوش جورنالست خطات و رسام شاعر و نویسنده نوشته شده همچنان صفحه سوم و صفحه چهارم همچنان صفحه پنجم این هفته نامه عکسهایی از هنرمندان هست که خودشان را یماس یا سیاوش شهید نامیدند و درفش آرمانهایشان را بلند کردند تصاویر از هنرمندان بچه می میخوره در صفحه چهارم پنجم صفحه ششم و همچنان صفحه هفتم و هشتم این هفته نامه که متعلق است به تصاویر از هنرمندان که نامشان را یما سیاوش گذاشتن و حرفهایشان را گفتن حبیب قادری گفتم من یما سیاوشم شهید راه حق همینطور پروانه پرستش گفته یما سیاوشم صدای پدران، مادران، خواهران و برادران سرزمین کاهنم صدای من صدای نسل جوان بود صدای من صدای صلح و صفا بود صدای من صدای درد ملت افغانستان بود همین قسم بیژن زفرمل یکی از هنرمندان نوشته که من سیاه وشم در جنت فردوس همراه شهدا و محصلین خوابیده هستم هنرمندان دیگر همچنان تصاویرشان در این هفته نامه و چشم میخوره آرش بارز گفته من یما سیاوشم جنایاتتان را فراموش نمی کنم احسان گفته من یما سیاوشم انتقام نه عدالت میخواهم در صفحه نهم هفته نامه گرده همایی دانشگاه بین المللی نوادا در سوگ شادروان شهید یما سیاوش هست که از استادان و کسانی که در این دانشگاه در ارتباط با یما سیاوش بودن و وقت یما در آنجا درس میخواند از آن جمله دکتر اپرناس ریواستاوا رئیس دانشکده هنرهای لبرال دانشگاه بین المللی نوادا گفته که او یک شخص با استعداد دارای ابعاد شخصیتی بلند بود که وصف ناپذیر است. صحبت را در مورد یما سیاوش داشته و همچنان گفته که نبود و تنها یک ضایعه برای مردمش در افغانستان نیست بل یک ضایعه برای بشریت است. ما برای آرامش روحش دعا می کنیم. من خاطرات زیاد از او دارم اما بیانش برایم مشکل است و خیلی احساساتی می و نمیتوانم بیان کنم. همچنان خانم روچی کاسنا استاد استادیار گروه تاریخ و دانشگاه هنرهای لبرال دانشگاه بین نوادا گفته با آنکه من مستقیما با یما هم کلام نشده بودم اما در گروه فرهنگی دانشگاه بارها او را دیدم. و گفتم من یک بار یک نقاشی اما را با دوستان شریک ساختم خیلی عالی بود و من باور دارم که نبود و یک زایعه بزرگ برای انسانیت است و راهش ادامه خواهد یافت همچنان پروفسور دکتر جایانند معاون آموزشی دانشگاه بین المللی نوادا گفته که ما خاطرات زیاد از او داریم برای بحث روی مسائل مختلف و دفترم می آمد. او همچنان در ادامه صحبتهایش میگه که در واقع نبودش یک تراژیدی بزرگ برای همه است به ویژه برای پدر و مادرش و میگه که این زایعه تنها برای افغانستان نیست این یک زایعه در دنیاست همچنان دکتر دکتر پراتی با توییت یا رئیس گروه بیونولوژیکی دانشکده علوم دانشگاه نوادا در موردش میگه که یما با خاطراتی که از خود به جا گذاشته هیچ وقت نمیمیرد. از شما تقاضا میکنم که به پا برخیزید و برای لحظه برایش سکوت کنیم و دعا کنیم. آنچه که استادان یما سیاوش در دانشگاه نوادا در هند در رابطه به یما سیاوش گفتند. صفحه دهم ده و یازدهم از هفتنامه ارمغان ملی اختصاص یافته به اشعار یا شیرهایی که در وصف یا در رابطه به شهید شدن یما سیاوش و رفتنش از دنیای فانی نوشته شده آنچه که منوچهر جهش جهش نشته کرده در سوق یما سیاوش سیاه پوش کرده ای ما را سیاوش تو بردی نور دلها را سیاوش به مرگت قلب یاران گیریه دارد چه خواهیم کرد فردا را سیاوش پدر در سوق تو یک دم خزان شد کمر خم گشته قلبش ناتوان شد و مادر از غمت با چشم پرخون زن پردرد در روی جهان شد برادرها همه فریاد دارند ز دردت خاطر ناشاد دارند جهش با جمله یارانت یماجان به سوگت داد و صد بیداد دارند صفحه دوازده دو و سیزده هفتنامه ارمغان ملی اختصاص یافته به نمونه های از کار هنر خطاطی شهید یما سیاوش یما سیاوش عدیب نویسنده خطات و خبرنگار بود و در اینجا نمونه های از کار هنر خطاطی یما سیاوش هست که آنچه که خطاطی کرده در یکی از خطاتی هایش شیر از مجید افشاری را خطاتی کرده که درونش ده کرده ما را به جرم آینه بودن شکستند و همچنان شیر از مولانا را نوشته و در صفحه 13 هم شیر از ابو الحسن خرقانی را که نوشته خطاطی کرده البته که هر کی در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید همچنان شیر دیگر را خطاطی کردن که گله ما را گله از گرگ نیست این همه بیداد شعبان می کند نمونه از خطاطی های یماسیاوش که در صفحه دوازده و سیزده هفته نامه ارمغان ملی به چاپ رسیده همچنان مراحل رشد یما سیاوش را می بینیم که در صفحه چارده و پانزه ای هفته نامه به چاپ رسیده مراحل رشدش که تصاویر هست از کودکی یما سیاوش با برادرانش و همچنان پدرش به همین قسم مراحل رشدش در صفحه 16 و 17 هست اکسایی از زمان که در دانشگاه نوادا بود در هند و همچنان تصاویرش که البته سرتفیکت هایی را کس کرده بودن و همچنان جریان کارش در تلویزیون تولونیوز مجموعی از اکس ها به نشر رسیده همچنان در صفحات 22 23 و آخرین صفحه صفحه 24 هفته نامه ارمغان ملی باستا به غمانگیز شهادت یماس سیاوش هست در رسانه های مختلف فرانس 24 تی آر تی ولد ترکیه همچنان الخریج توده و دویچه ولی آلمان اندپندنت فارسی هفتنامه اروپا، العربیه، کوایت تایمز، ایران انترنشنل و همچنان داخل این صفحه شو هم و آر اف آی، رادیو بین المللی فرانسه، بی بی سی نیوز، ده تایمز آف ایندیا رسانه هایی که خبر شهادات و مرگ یماسی آوش را پوشش دادن <applause>